سخنگوی وزارت دفاع آمریکا رژیم آخوندی را عامل هرج و مرج در منطقه دانست. دینا در کنفرانس خبری پنتاگون تصریح کرد که با نگاه به هر جا که در آن هرج و مرجی در جریان است متوجه حضور رژیم ایران می شوید. نصر حریری رئیس هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض گفت رژیم ایران یک حکومت یاغی است که در امور سایر کشورها دخالت می کند و جامعه جهانی را به اقدام برای توقف جنایات اسد فراخان و افسود ما از هر تلاشی برای اجرای بیانیه ژنو یک و قطنامه های ملل متحد استقبال می رژیم اسد درباره تحقق راه حل سیاسی جدی نیست و همچنان به دنبال راه حل نظامی است. همچنین به گزارش سایت ائتلاف ملی سوریه عبدالرحمن مصطفی رئیس این ائتلاف اظهار داشت انتقال سیاسی واقعی در سوریه و خروج شبه نظامیان رژیم ایران برقراری ثبات در منطقه و امکان بازگشت پناهندگان به خانه هایشان را تضمین خواهد کرد وی همچنین تاکید کرد که باید یک روند سیاسی واقعی شروع شود که از طریق تشکیل حکومت انتقالی بدون بشار اسد و تمامی جنایتکاران جنگی راه حل سیاسی را محقق خواهد ساخت. به گزارش خبرگزاری رویتر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده از اطلاعات معتبری برخوردار است که نشان می‌دهد رژیم سوریه و روسیه در تلاشند تا محل حمله شیمیایی در دوما را پاکسازی کنند و از دسترسی بازرسان به این منطقه جلوگیری کنند. هدر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برخی از افراد توسط حکومت اسد تحت فشار قرار گرفتند تا حکایت خود درباره وقایع شب حمله شیمیایی را تغییر بدهند ما قطعا میدانیم که رژیم سوریه مسئول این حملات است جنرال کنت مکنزی مدیر ستاد مشترک ارتش آمریکا به رژیم اسد درباره بکارگیری مجدد تسلیحات شیمیایی هشدار داد و گفت احتمالا رژیم سوریه از توانایی انجام حملات محدود شیمیایی در آینده برخوردار خواهد بود و ما این را منتفی نمی اما آنها باید نگران باشند که ما به آنها می نگریم و در صورت لزوم از توانایی حمله مجدد برخوردار هستیم. همچنین دینا وایت سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری وزارت دفاع آمریکا گفت اکنون اسد باید بداند که جهان استفاده از تسلیحات شیمیایی را تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت. سفیر انگلستان در ملل متحد در مصاحبه با آسوشیتد ریس خواهان آن شد که بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی بتوانند سریعا از محل حمله شیمیایی در دوما بازدید کنند. وی گفت نخست وزیر انگلستان به روشنی گفته است که ما خواهان ورود بازرسان به دوما و انجام یک معمولیت حقیقتیابی درست هستیم. یک دادگاه جنایی در بلژیک اعلام کرد محاکمه مدیران سه شرکت بلژیکی را به اتهام نقض تحریم صدور تسلیحات شیمیایی اتحادیه اروپا آغاز کرد. این شرکت ها متهم هستند که در فاصله سالهای 2014 تا 2016 ده ها تن ماده اولیه گاز کشنده اعصاب موسوم به سارین را برای رژیم سوریه فرستادند. وزیر خارجه بلژیک روز پنجشنبه اعلام کرد سه شرکت را به دلیل ارسال غیرقانونی مواد شیمیایی نظیر گاز سارین به سوریه تحت تعقیب و بازرسی قرار داده است.